در آستانه ماه محرم الحرام و ایام سوگواری شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، شهروندان هرات در نقاط مختلف این ولایت در تلاشند که مراسم های عزاداری با شور و شکوه برگزار گردد. عالمان دین میگویند مردم از امارت اسلامی انتظار دارند که همانند دو سال گذشته با تامین امنیت خوب مراسم های سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران ایشان، وحدت و همدلی در جامعه به معنای واقعی تحقق یابد. از سوی هم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی شبانه روز برای تامین امنیت این ایام تلاش میکنند. در آستانه ایام محرم الحرام و سوگواری شهادت نوه پیامبر اسلام امام حسین علیه السلام، عالمان دین ته خطبه های نماز جمعه میگویند امام حسین علیه السلام در راه احیای سنت نبوی و دین واین اسلام قیام نمودند و با حماسش دین اسلام را از خطرات آن زمان حفظ و تا قیامت جاوید و ماندگار کردند. عالمان دین در برگزاری باشور و باشکوه ایام سوگواری ماه محرم تاکید کرده و می‌افزایند در این ایام سوگواری عزاداران از هر گونه مزاحمت به مردم خودداری و طبق دستورات ستاد عاشورایی به هدف تامین امنیت عمل نمایند. همه دوستان و عزاداران حسینی، پیر و جوان، زن و مرد باید کمرهای همت را ببندد. عاشورای امسال باید با شکوه تر از هر عاشورای دیگری مراسم ابی عبدالله الحسین علیه السلام برگزار شود. اما نکته ای را که میخوام عرض کنم این است که در این عاشورا هم شور حسینی باشد و هم شعور حسینی. مبادا کارهای انجام بگیرد که خلاف برنامه های عاشورای مزاحمت نباشد، راه ها بسته نشود، مزاحم آبرین نباشیم در این ایام عاشورا. طبق برنامه و دستورات و برنامه ستاد عاشورایی عمل کنیم. در همین حال حجت الاسلام و المسلمین روحانی، رئیس اجرایی مدرسه علمی صادق هرات، از نشست هیئت های عزاداری به منظور برپایه هرچه باشکوه‌تر، منظم‌تر و بر اساس موازین دینی و شرعی مراسم های عزاداری خبر می‌دهد. رئیس اجرایی مدرسه علمی صادقه می‌افزاید مردم از امارت اسلامی انتظار دارند که همانند دو سال گذشته با تامین امنیت خوب مراسم های سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران ایشان، وحدت، انسجام و همدلی در بین جامعه به معنای واقعی تحقق یابد. طبیعتاً مردم ما و جامعه ما این انتظار دارند از امارت اسلامی و بزرگان امارت اسلامی که در راستای امنیت با ما همکار باشند و همکاری خوبی داشته باشند که ما هم بتوانیم ارشادات خوبی داشته باشیم مردم خودمون را و جامعه خودمون را، که جامعه رو نظم و نسخ و هماهنگی و همدلی و انسجام و همچنین وحدت و برادری بین همه اقشار جامعه کشور ما افغانستان بشود. از سوی هم شهروندان هرات امنیت را اصل مهم در امر برپایی باشکوه مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام عنوان کرده و از مسئولان امنیتی امارت اسلامی میخواهند با تامین امنیت سرتاسری بدون هیچ دغدغه‌ای به مراسم ها اشتراک نمایند. ما باید در ماه محرم یک ماه تجلیل کنیم که همه جهان بفهمد که افغانستان یک کشور اسلامی است و در ماه محرم نواسه پیغمبر شهید می شود و این ماه به خاطر عزمی که نواسه پیغمبر شهید می شود ما باید این ماه را تجلیل کنیم، چون یک عظمت بزرگی دارد خود پیغمبر و این نواسه که ایشان است خیلی دوست دارد. از امارت اسلامی می خواهیم که در این ماه محرم امنیت سراسری مردم را تامین کند تا مردم با دل جمع و خاطر بیاین در مراسم ها شرکت کنند و پرشکوه برگزار شوند این ماه محرم. با این همه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، از تامین امنیت ایام ماه محرم و سوگواری امام حسین علیه السلام اطمینان می‌دهد. وی می‌افزاید که نیروهای امنیتی همانند عید قربان شبان روز برای تامین امنیت این ایام تلاش می‌کنند. ما اطمینان می‌دهیم به همه هموطنان ما در مراسم محرم انشاءالله امنیت کلی وجود دارد. در سال گذشته ما هیچ حادثه‌ای نداشتیم، از بعدم نخواهد داشتیم. نیروهای امنیتی ما شب به روز در امنیت مردم خود مصروف هستند و انشاءالله خوب تانستن. عید گذشته ایده که ما طی کردیم یک عید بسیار الگویی بود که هیچ حادثه امنیتی در 24 ولایت افغانستان نداشتند.
گفتنی است که ته دو سال گذشته شهروندان هرات در اقصا نقاط این ولایت مراسم های عزاداری امام حسین علیه السلام را بدون هیچ رویداد امنیتی برگزار و سپری کردند. شهروندان هرات امسال نیز از امارت اسلامی تقاضا دارند که همانند دو سال گذشته شهروندان بتوانند در سایه امنیت این شعائر دینی را با شکوه برگزار کنند.